نام خدا و با عرض سلام خدمت شما ناظرین، آرزومند هستم لباس عافیت و تن داشته باشین و بیننده برنامه جدید ما باشین. دوست عزیز، خداوند شکرگزار هستم که باز موقعی برابر کرد که مهمان خانه های شما شوم و شما میزبان باشین. عزیزم، ما امروز با طرز تهیه مربای بیهی و کد دادن به ترکاریا مهمان خانه هایتان شدیم. خدا کنه که تا پایان برنامه ما رو کنین و از برنامه های ما خسته نشین. خب پلان کد دادن ترکاریا، توت زمینی، گلا به این خاطر است که دمی هفته اینجا بارانی است، میخوایم که یارا کد بتم که باز از او دادنش بیغم شوم. دیگه بریم دوستا ببینیم، مرم رایی کنین آشپزخانه بیرو. ما مواد مربای بهیر آماده ساختیم، ببینین که من این مربا رو چی رقم آماده میسازم و متوجه باشین که یک نکته خاص در این جور کردن مربا است، اما طرز نگهداشت رنگ بهی که از کدام طریقه استفاده کنیم که رنگ بهی ما سرخ نشه. بهی رو وقتی که ما پوست میکنیم رنگش سرخ میشه. دوستان رایی کنین ما را بریم آشپزخانه. هیچ وقت دوستای عزیز، وقتی که مربا آماده می سازین در بینش وانیلا استفاده نکنین، به خاطر که وانیلا اما خود خوشبویی میوه را از بین میبره. خب دوستا، در قدم اول ما می خواهیم که به خاطر شربت مربا یک دیگ پیشیده سب خودمانم. خب منطقه برش متوجه باشین عزیزم که این دیگ باید آینش دبل باشه، یعنی این دیگ بسیار آینش گرنگ است و دبل است. چقدر بهی، چقدر بوره اضافه میکنیم. چیزا مهم نیست که به کدام گیلاس شما پیمانه میکنین، مهمی است که در سر هر 2 کیلو بهی ما 0.5 کیلو بوره ضرورت داریم. شخصا من خودم بوره زیاد خوش ندارم، اگه شما میلتان زیاد بود باز میشه که زیاد پرتین. هر گیلاس را که پیمانه میکنین دوستا، در اونمو گیلاس شما آب اضافه میکنین. من این گیلاس را پیمانه میکنم، در می گیلاس من بوره اضافه میکنم و در می گیلاس من آب اضافه میکنم. دوستا عزیز، سر هر 2 گیلاس بوره ما شما 1 گیلاس آب اضافه میکنیم. حالا من پیمانه میکنم بوره را، این 1 گیلاس، 2 گیلاس، 4 گیلاس بوره را من اضافه کنم داخل دیگ. در 4 گیلاس بوره باید چند گیلاس آب اضافه کنم؟ 2 گیلاس. دوستا 2 گیلاس آب اضافه میکنم، این 1 گیلاس، اینی هم 2 گیلاس. حالا عزیزم ایره میبرم میمانم سر آتش تا که بوری ما به قیام بیاید. خب دوستا عزیز، من چی رو بردم، بوره و آب و در سر دیگدان ماندم که به قیام برسن. حالا آمدیم سر خود بهی. بهی را به کدام طریقه ما پوست کنیم که تا وقتی که بوره به قیام میایه رنگ خود خراب نکنه. دوستای عزیز، من 0.5 گیلاس سرکه سفید یا وینگر دارم. این را در کاسه اضافه میکنم، بالایش آب اضافه میکنم، آب ساده سرد. وقتی آب اضافه کردم، این حال نوبت میرسه دوستا به پوست کردن بهی. بهی را پوست میکنم، به مربا خوش دارم، به مو اندازه توته میکنم. از مسئله مهم که هر دانه بهی را که پوست کردین امو ساده ساد توته میکنین. ای را دمی آب و سرکی که دارم اضافه میکنم. به هر اندازه که خوش داشته باشین شما میتونین بهی را توته کنین. به می شکل همشه دوستا پوست میکنم و در بین آب و سرکه اضافه. خب دوستا، از خاطر شکرک نشدن قیام ما که به خاطر مربا جور میکنیم، با آب و لیمو نیاز داریم. آب و لیمو میندازین، سرکه هم میندازین در بینش، سرکه سفید یا جوار لیمو. قسمه که ببینید نیزم خوب جوش است قیام ما. حالا امی آب و لیمو رو در بینش اضافه میکنم. از شکرک شدن بوره جلوگیری کنم. حالا خوب خلش شور میتم و میمانم که خوب به قیام بیه. خب دوستای عزیز، فرق شال شما خوب میتونین دیده. این پوست بیره و این خود مغز بیره ببینین چقدر رنگش تغییر کرده. و این بیره که ما پوست کردیم در داخل از این آب و سرکه اضافه کردیم یا رنگش اما تو زرد مانده. بریم دوستا اول قیام بگیریم که قیام ما در چی حال است. دوستا میبینین که بوره و آب و آب لیمو بینی اندازه به جوش آمدن، یعنی دیگه بوره
آب به تبخیر شدن نداره، نزدیک نزدیک است که عسلی شود. به این رقم دوستا وقتی که دیدین قطره های آخر از این شربت ما سیار به سختی میچکه و خاصیت عسلی به خود گرفته، یعنی یک کمک دکلکتان میگیرین میبینین که عسل وار شده. دیگه بعد از او بیر میاریم در بینش میپردیم. خب دوستا اول ما این بیر با یک آب دیگه هم آب کش کردم، حالا در داخل شربت اضافهش میکنم. بسم الله گفته. حالا باز هم کل زیار شور میتونم دوستا و میمارم که جوش بخورم. تا که جوش میخورم ما شما میریم مرتبانا و بوتلا را زدوفینی میکنم. خب دوستا تا که مربای من بخیر جوش شود، ما میخواییم این مرتبانا را که در اینجا آوردیم یا را برشان زدوفونی کنم. باز مربای ما داخل مرتبان اگر مکروب داشته باشه یا آب خام داشته باشه خود خراب میکنه. خب من ضرورت دارم با آب جوش. باز هم 4 قاشق غذاخوری سرکه. حالا تمام از این مرتبان های خود دوستا در بین از این آب ایلا میکنیم با سرپوش هایش یک جای. خوب که دیدیم یا ششته شدن از چی میکشیم کنه از داخل و چپه چپه در داخل از این پتنوس من میدونم. سرپوش هایش رو هم میدازم دوستا. بعد از زو از این آب و سرکه یارم هم میکشم. سرپوش هایش هم چپه چپه میمونم دوستا. خب یک طریقه شد که چطور مربای ما خراب نشه. باز طریقی دومشه من برتان وقتی که مربا رو داخل مرتبه رو مینداختم برتان میگم که کدام بس کدام سیستم استفاده کنین که تا مربای تان که داخل مرتبه است خراب نشه. قسمی که ببینین دوستا مربا جوش است، مربا قفل کده و ببینین از اونم قدر قیامه که بود، یعنی به هیچ قدر آب دیگه از خود جدا ساخته که شربت زیاد شده. کوشش کنین که اول که بر از این قیام جور میکنین باید قیام خوب سرخ کنین که آبش کم باشه و رنگ رخ بیره ببینین که در داخل آب و جوش قیام رو انداختیم انوزم تو مقبول زرد مانده، رنگ خود هیچ خراب نکرده. منتظر باشیم دوستا دیگه تا که قفل بسوزه و پخته شد و نرم شد. خب دوستا عزیز قسمی که میبینین باران رحمت خدا شروع شد، بازم میباره و ما اینی کوده گرفتیم که برم برای ترکاری ها و برای همه چیزا بتم که باران شروع کرد که گفتم از او دادنش بیغم باشم. شما مرا بینینده باشین. باران دوستاد به مو مقبولی خود میباره. چند دقیقه بعد دوستا ببینین که چی رقم افته اومد. دوستا استاد باران استاد شد و من آمدم هم سر دیک اول مربا را بگیرم. قفش هم سوخته و رنگش دوستا اونمو رقم زرد مانده. ببینیم خدا خراب نکده. سر دیک آلواز میمانم، باران نیست که من که دیگه هم آبش تبخیر شوه. بازم دیگه و چک میکنیم بی خدا ببینیم که بی نرم شده یا نه. خب ایزا قف مربای ما سوخت، یعنی پخته شده و بیا هم نرم کردن خدا. بریم که بریم آشپزخانه که یارم در مرتبان. دوستا یک راز نگهداشت مربا رو برتان گفتم که باید مرتبانهایش زده عفونی کنین. و راز دومش چی است دوستا؟ وقتی که مربا رو پخته میکنین اما تو داغ داغ در داخل مرتبان پرتین و سرش بسته کنین. من آل ایره میرقم میکنم ایزه ایره داغ داغ میندازم در داخل مرتبان. بسیار یک خوشبویی خاص داره، یعنی طبیعی است. در بینش وانیلا و کدام دیگه چیز اضافه نکردیم. و دوستا وقتی که تمام مربا را انداختم در داخل مرتبان سرای مرتبان ها را اما تو داغ داغ بسته میکنم. بستهشان میکنم و یا را این رقم سرچپه میمونم. ببینین دوستا ما مرتبانا را پس خوشکام نکردیم و داغ هم هست، خوب زیاد داغ هستن. خب ایزم ای هم مربای خوش رنگ و خوشمزه ما که ما براتون آماده ساختم. ببینین که بی آل هم در داخل مرتبان
اما تو رنگ زرد مقبوله به خود گرفته. خب دوست عزیز، ای بود یک روز بارانی پختر مربا و حفاظت از ترکاری ها و گلایم. خدا کنه که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. دوست عزیز، اگر به می شیوه مربا را، مربای بیهی را آماده بسازین، دیدین که من هیچ قفش را جمع نکردم و با وجود از اینکه قفش را جمع نکردیم، ما در داخل مرتبان ببینین عزیزم یک ذره هم قف وجود نداره. تا اگر به می شیوه آماده بسازین تا یک سال و شش ماه این مربا را اگر نگاه میکنین این خراب نمیشه. خب عزیزا، ایره میمانیم تا به می رقم سر شوه. خب عزیز دل، شکر است که شما بودین. بازم براتون یادآور میشم که خواهرتان و ایمانتان ضرورت داره. لطفا چینل لایک کنین، سابسکرایب کنین و تکمه زنگوله را فشار بدین و در شیر کردنش سختی نکنین دوستا، و به دوستا و عزیزتان هم شیر بسازین. هر پیشنهاد، هر انتقاد، هر فرمایشی که داشتین در کامنت به من نوشته کنین تا در برنامه بعدی ما براتون انشالله او را آماده بسازم. دوست عزیز، تا برنامه بعد، تا بلاگ بعد، تا دیدار بعد، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم. ایام به کامتان، الله حافظ ناصرتان. خدا حافظ.